الو بفرمایید. درود بر شما جناب انقطاع. درود بر شما قربان. استاد عزیز، یک لغت ترکیبی هستش که چند سالی است که وارد ادبیات فارسی مخصوصا در سخن گفتن شده که گاهی بسیار آزاردهنده برای شنونده است و همینطور هم از ارزش سخن گوینده بسیار کم میکنه. این لغت در واقع است، در واقع که برنامه سازان و گویندگان بسیار فرهیخته و دانشمندان چه در تلویزیون های لس آنجلس و حتی تلویزیون های ایران، خبرنگاران، حتی دانشمندان و فرهیختگان ایرانی ساکن اروپا این لغت را مرتباً و مکررن و بی مورد و بسیار مصرف میکنن. البته خود سرکار و چند تن از فرهیختگان دیگر رو مصرف نمی کنید. حالا پرسش من اینه که چطور میشه که یک لغت اینطور میان مردم چه عامی و چه تحصیل کرده جا میفته و مکررن و بی مورد مصرف میشه؟ با سپاس بسیار برنامه های گرانبار. ولی شما هنوز نگفتید دو لغت چیه؟ از کردم در واقع، یعنی همینطور میگن در واقع، همین لغت در واقع. بله در واقع. این دفعه توجه کنید بله. ببینید چه کسانی از دوستان خودش همین من ایراد رو گرفتم، من این خورده رو گرفتم براشون، بهشون هم گفتم رو درواسی هم ندارم. به قول یکی از دوستانمون، یه پزشکیه ولی بسیار روشنه، میگه من برای تو دلم میسوزه انقطاع. گفتم چرا؟ گفت چقدر صبح تا غروب تو هرس میخوری، مرتب هرس میخوری، آی اینو غلط گفت، آی اینو غلط میگه، آی اینو درست نگفته فلان. بله در... بنده ما اصلا یکی به صورت فان در اومده میشموریم مال بعضیارو. بله اینو میگن تکیه کلام. حالا صرف نظر از این که حالا من میگم اصلا در ریشه نابجاست به کار بردن اون، نه اینکه بگیم غلط. اولا درش فارسیه، واقعش عربیه، این عرب میگه فل واقع. بله آقای کدیور میگه. بله ولی اومدن به خیال خودشون این رو فارسیش کردن، یه به جای فی گذاشتن در. بله بله در واقع. یکی از، یعنی یکی که بسیاری، ولی یکی از گویندگان فارسی که خیلی هم دلش میخواد حرف بزنه در رادیوها، این پیوسته و پیوسته میگه در واقع، در واقع اینطور شد، در واقع اینطور شد. ما میخواییم ببینیم مگه شما اومدی اینجا شهادت بدی؟ شهادت رو یک آدم شاهدی وقتی میگه، ها اون قاضی میگه آقا واقعیت رو بگو، که خب بر فارسی باید بگه راستی را بگو. این رو هم اون میتونه بگه که بله در واقع من نظرم اینه، اون آدم گواه. در مورد گواه هم من بگم، بازم این از اون نرمش های زبان فارسیه که شما اگر معنی لغت عوض نشه، اگر معنی لغت عوض نشه، صدای پس و پیش و زیر و بالا و بم کوچکترین تأثیری در معنای اون شخص نده، اون لغت هیچ غلط نیست. شما چه بگید گمان، چه بگید گمان، چون معنی عوض نمیشه. اما اگه بگی کمان، خب غلط میشه، به جای گمان بگی کمان غلط میشه. این مشک، چه بگید مشک، چه بگید مشک، هیچ اشکال نداره. مشک آن است که خود ببوید یا مشک آن است که خود ببوید، ولی وقتی بگید مشک به جای مشک بگید مشک، چون معنی عوض میشه غلط. اینجا هم همینطوره، ما میگیم که به جای در واقع، که میگن در واقع در واقع، به جای اینکه یارو اون گواه، اون کسی که به جای شاهد ما میگیم گواه، گواه هم بگیم درست، چون فارسی در سرزمین گسترده‌ای بوده و این اجتماعات و گروه‌های ایرانی دور بودن از هم، واژه‌ها رو بالا پایین میگفتن، منظور یکی بوده، منظور مشک نافه آهو بوده. حالا در سپاهان میگن مشک، در خراسان میگن مشک، هیچ اشکال نداره. گواه و گواه هم یکی. اینو یهو جمله پهلویی میگم،
اما اصل مسئله در واقع یعنی چه؟ هیچ معنی نمیده. از شما کسی قسم و سوگند نخواسته که هی بگید در واقع اینطور میشه، در واقع این تکی کلامه. تکی کلام نمودار ناپسند بودن یا ناتوان بودن سخنور در گفتار. سخنور وقتی در گفتارش پاش به سنگ میخوره از این اصطلاحا و تکه کلام ها زیاد میگه، یا میگه علل خصوص علل خصوص علل خصوص علل خصوص، یا میگه در واقع در واقع اینطوره در واقع اینطوره، یا حالا آقای کریور، حالا هر کسی. بله ایشون رو گفتم برای اینکه اصلا صحبتاشون آزاردهنده است. بله بله به هر روی حرفتون کاملا خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. خواهش قربون شما، اون بهترین آرزو برای دارم. الو بفرمایید. درود بر استاد انقطاعی عزیز. درود بر شما، یک دقیقه وقت دارید لطف کنید صحبت بکنید که ما بریم. بفرمایید. جناب انقطاع، اینجا الان من چیزی که فرمودید به یاد سالیان گذشته افتادم. ما یه مضاف و مضافان الیه داشتیم یا صفت و موصوف. بله. اینکه من میدونستم مضاف و مضافان الیه دو تا اسم بود که اینا جدا هستن. مثلا در به مدرسه، در و مدرسه جدا، زنگ مثل زنگ جداست مدرسه. و اینی میدونستیم که صفت و موصوف در مقابل است قرار میگیره و این مضاف و مضافره های قرار نمیگیره. مثلا نمیتونه بگیم در باغ است، ولی در به باغ دو تا چیز مجاز. اما مرد، مرد خوب، مرد خوب است، یعنی صفت و موصوف و تا اونجا که میدونیم در مقابل است قرار میگیره. البته به این اشکال رسیدم که شما آغازی که فرمودید آغاز کار، آغاز کار است نمیگیره. آیا این آغاز منظور اینه که اسم هم خواهد بود صفت هم خواهد بود؟ چون میدونیم ما بعضی چیزا داریم که هم اسم ممکنه باشه هم صفت. نکته تو رو خوب گرفتید و منم متوجه شدم. تنها واژه آغازه که برخی معتقدند که این به جای اسم هم به کار میره، ولی همیشه نه. مثلا میگن در آغاز، در اون آغاز این کار، بله اونجا به صورت اسم آمده، ولی به طور کلی وقتی جلوی شد ببینید زبان فارسی دستور داره، این دستور همه چی رو یاد شما میده. وقتی میگید آغاز شد این صفت، چون لغت شد اومده جلوش. آغاز کرد ببینید یه کاری انجام نشده، حالا صفت آغازیدن یا آغاز کردن رو بر اون سوار کردن، بنابراین شکل کار عوض شد، کاریست که آغاز شده، پس اینجا صفته. اینو ما میتونیم بگیم می آغازیم، هیچ هم اشکالی نداره، چون دستوره. دستور چیزیست که بالاتر از نظر و سلیقه ماست. بله اگه اینطور بشه تو استاد، پس مثلا ماست آب شد یا یخ آب شد، آب که هیچ وقت چیز نیستش که صفت نیستش که ما با یه شد چرا؟ بگیم که این صفت چرا؟ که چرا؟ چرا؟ آب صفت میشه؟ چرا نمیشه؟ ببینید شما میگید در اثر حرارت سنگ آب شد، سنگ صفت سختیه، وقتی درجه 3000 درجه رو بهش بگذاری این تبدیل میشه صفتش، دیگه صفتش سختی نیست، صفتش مذاب بودنه، صفتش آب شدنه. معلومه که آب شد، معلومه آب صفته. اینجا میشینه اونجا گفتم به شما اسم جای صفت مینشینه. به شما گفتم مردان بزرگان غلطه، ولی بزرگان شهر درسته، چون اونجا صفت رو جای اسم نشوندید، عکسش هم میشه. نظر شما نیست باز استاد که این اصل واقع بشه اسم و صفت با اصل واقع میشه؟ این شد و نمیدونم اینا رو هم شما نظر نه ببینید اصل اصولا الان وقت مرتب اتاق فرمان داره راست میزنه استاپ برای اینکه راست میگه تموم شده. ببین اصل مسئله لغت اصل نماد صفته. درخت سبز است، اصلا جمله جمله صفتیه. درخت در اینجا موصوفه، درخت فاعل نیست، درخت اسمه، اسمه یعنی موصوفه، بله موصوفه، صفت درش واقع شده. درس اینا رو میگن جمله اسمیه.
تشکر میکنم استاد، وقتتونم کم. بله، خواهش میکنم هفته آینده با هم صحبت بکنیم در این زمینه. خیلی هم بحث خوبی رو کشید جلو، بذاریم اینو یه خود بیشتر باز کنیم. ممنونم، خدا نگهدار. با سپاس از دوست بسیار ارجمندم مهندس سپهر و با سپاس از شما که زمانی از وقت خودتون به این برنامه دادید و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.